بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. الوعده وفا، بعد از تقریبا 3 سال 33 ماه باز فرصتی پیش آمد تا با آقای حسن فیروزی باشیم. آقای حسن فیروزی رو من سالهاست میشناسم، از طریق سمینارهایی که میذارن، از طریق برنامه های تلویزیونی که داشتن، ولی باز ازشون خواهش میکنم که خودشون رو به طور مختصر به شما معرفی کنن که آقای حسن فیروزی کیست، امروز در آمریکا چه کار میکنن. داشتیم صحبت میکردیم راجع به سفر ترکیه، گفتم ایشون 60 سال پیش به آنکارا سفر کردن و داستان جالبی رو گفتن و اینها رو برای شما امروز بازگو میکنیم. و چون به شما دیروز قول دادیم که با ایشون هستیم، من سعی میکنم کمتر صحبت کنم و میکروفون در اختیار ایشون باشه. خیلی خوش آمدید به واشنگتن. ممنون که این هوای خوب رو آوردید، چون خیلی گرم بود اینجا. آقای حسن فیروزی، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون شما و خود شما و دوستانی که این برنامه را میبینن، من اسمم حسن فیروزی، از اهالی محترم آذربایجان شرقی هستم، زادگاهم اهره و الان که در خدمت شما نشستم 80 سال و 4 ماه از عمر من گذشته است و کاریم که در سان دیگو انجام میدهم غیر از زندگی روزمره معمولی، هر از چندی کارهای فرهنگی میکنیم. در چند سال گذشته سمینارهای سالیانه مرتبی داشتیم، بعدم به علت افزایش نرخ اتاق هتل ها متاسفانه قادر به ادامه این کار نبودیم، ولی در صددیم که باز یا در کالیفرنیا یا یک جای دیگر به محض اینکه امکانات مناسبی دستمون افتاد دوباره سمینارها را ادامه بدیم. البته برنامه سمینار چیز به اصطلاح تک و منحصر به فرد نبود، همه جاها سمینار میذارن، همه جمع میشن. حتی الان سمینارهای بسیار زیبا و فوق العاده در تلویزیون به نام پرگار پخش می شود که من هر روز تماشا می کنم. تنها فرقی که سمینارهای ما داشت مسئله نون و پنیر و سبزی بود که وقتی مردم جمع می شدن، غیر از دیدار و تجربه ایرانی بودن، این با نون و پنیر و سبزی اصلا پذیرایی می کردن و تجربه خوبی برای ما بود. و الان تلویزیون شما به این علت اومدم که من برای دیدن اقوامم که در همین منطقه هستن، در واشنگتن دی سی آمدم و به خاطر ارادتی که به شخص شما، به خاطر صراحت و به خاطر اینکه فروشی نبودید و در طول این همه سال صداقت و شرافت و روزنامه‌نگاری را حفظ کردید، همین الان آمدم به آفیس شما که در خدمت شما هم احوالی از شما بپرسیم، هم اگر سوالاتی باشه که طرح اینها کمک به بیننده بکنه و به آگاه شدن بیشترشون راجع به مطالبی که در مورد بخصوص ما که از افراد جامعه بهائی هستیم سوالی باشه، من خدمتتون جواب. من یادم میاد که در دفعات پیشم شما سوالات زیادی در مورد بهائیت داشتید، در مورد سمینار مهرگان داشتید و الانم که نوارهاشو در یوتیوب میبینم، میبینم که برنامه‌های خیلی پرباری بوده. اینه که در خدمتتون هستم، از هر جای شما بخواید شروع کنید. خیلی ممنون. بله، سمینار مهرگان ایشون زحمت میکشید و هتل‌های خوبی رو اونجا پیدا میکردن و یکی از محاسن این سمینار این بود که فقط راجع به بهائیت صحبت نمیکردن، از به اصطلاح رشته های مختلف، از اشخاص بله. مختلف، هیچ وقت راجع به بهائیت بله. و اسلام همش ما صحبت بله. همش بحثای ما بحثای علمی و فرهنگی بود. شما راجع به قیمت گفتین، میخواین بگین که چقدر اون قیمت گرون شده یا بله. فقط همون بله. یعنی نقل یه برابر، دو برابر، سه برابر اینجوری نیست؟ نه. ببینید قیمت هتل ها از روزی که ما شروع کردیم، از هتل شرایتون در سان دیگو اولین سال $110 بود. به ما 220 اتاق دادن به نرخ $108.
برای ماها که کارمندان همون مؤسسه بودیم 4-5 تا اتاق هم مجانی دادند. بعد از اون سالونی که در اختیار ما گذاشته بودن، سالن بسیار بزرگ چند هزار نفری بود، فقط 700-800 دلار برای گذاشتن و جمع کردن صندلی ها گرفتن و همینجور ادامه داشت. آخرین باری که ما در هتل شرایتون در همین شهر شما برنامه اجرا کردیم، با نرخی که ما را چارج کردن برای هر شب 110 دلار، ولی همین نرخ امسال دوباره از هتل های سن دیگو پرسیدیم، حداقل برای یه اتاق دو تخت خوابی 260 دلار میخوام، دو برابر شد. و من وجدانا راحت نیستم که حالا این خانم... اتاقش به کنار اون سالون برای یا سالون بالروم، برای بالروم من حیرت کردم، چون خانمی که مدیر اون قسمته با ما دوست، خونه ما میاد، از غذاهای ایرانی خوشش میاد، و اون گفتش که فلانی من متاسفم قیمت سالون خیلی رفته بالا. و من پرسیدم مثلا چقدر؟ گفت برای سالون برای 3 شب و 2 روز یا 3 روز و 2 شب از شما 50,000 دلار خواهیم گرفت، اونم قبلا. 800 دلار کجا؟ 50,000 دلار. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه سان دیگو مرکز سمینارهای علمی شده، مثلا برای جراحان دنیا سمینار میذارم. جناب سربی خیلی جالبه، گفت بعضی وقتا بین 5,000 تا 8,000 دلار از اینا پول میگیرم. و من دیدم که واقعا حق با اوناست، اینی که فعلا دست نگه داشتیم و منتظریم که موقعیتی در سان دیگو یا استانهای دیگر پیدا بشه و ما دوباره این بساط نان و پنیر و سبزی را برپا کنیم. بسیار ممنونم دوستان عزیز. من به شما پیشنهاد میکنم اسم آقای حسن فیروزی رو در یوتیوب، در گوگل تایپ کنید، چه ویدیوهایی که در تلویزیون مردم بودن، چه ویدیویی رو، یه ویدیوی جانانه ایشون داره که من 2-3 بار گریه کردم حقیقتا. اون ماجرای زندگی خودتون رو به اصطلاح داستان این که چگونه پدر شما بهایی شد و به جدایی پدر مادر انجامید و اینا، اون حتما ببینید. و فکر کنم آقای حسن فیروزی اولین کسی باشه که از دوستانی که بهایی هستن این رو اعلام میکنن که کی گفته که ما سیاسی نیستیم. ما سیاسی هستیم ولی ما خرد سیاسی نیستیم، ما سیاستمون سیاست جهانیه. بله. ضمناً ایشون تنها کسی هستن که گفتن که اون دوستانی که میگن این بهایی ها دنبال این هستن که حکومت جهان رو بگیرن و اینا، بله درست میگن، ما فکر میکنیم این یه چیز خوبه، این چیز خوب رو برای همه میخوان. شما یه مقداری در این باره صحبت کنید، برای دوستان بگین. خود من پریروز یه بحثی شد، یه دوستی نوشت که این آقایی که اینجوریه این بهایی ازلیه، گفتم والله من اصلا نمیفهمم تفاوت اینا رو. شما یه جایی گفتید که خیلی ناراحت نباش، بعضی از دوستان بهایی هم یه مقداری مشکل دارن توی این به اصطلاح دین، مذهب، آیین، اینها، یه مقداری بیشتر توضیح بدید. و بعد اون خبری رو که شما قرار هست برنامه هایی رو به اصطلاح در تلویزیون های مختلف داشته باشید اینها، این رو هم نویدش رو به دوستان از این تلویزیون بدید تا باز هم باشید. جناب سرفی اولین عرض بکنم، من 100% مسئول گفتار و بیان افکار خودم هستم. من نه نمایندگی از طرف تشکیلات بهایی دارم، نه نمایندگی از طرف جامعه بهایی دارم، و بنیاد فرهنگی مهرگان یک بنیاد فرهنگیه، نه مذهبیه، نه سیاسیه. و ما هیچ وقت در هیچ جایی بحث‌های مذهبی در سمینارا نکردیم. اما اینی که عرض میکنم فقط به فقط هر چقدر ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، نه مربوط به دوستان بهایی منه، مربوط به نارسایی مطالعه من خواهد بود اگر جایی را اشتباه میکنم. اولین چیزی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، من نمیدانم از کجا برای بسیاری از دوستان غیر بهایی من این شبهه عارض شده که آقا بهایی
حق دخالت در مسائل سیاسی ندارم. این اشتباه اظهر من الشمسه. حالا من چهار تا نمونه به شما بگم. اولا تعداد بهایان دنیا، خودشمونو بکشیم، از 8 میلیون نفر در دنیا بیشتر نیست، زیر 8 میلیون نفره، بین 7 الی 8 میلیون نفر. تعداد جمعیت دنیا نزدیک 8 میلیارده، یعنی بهایی از هر 1000 نفر یک نفر است. خب پس بنابراین فعالیت، قدرت، تبلیغ، جاسوسی، هر چی که میخوان بگن بگن، فقط در حد 1 به 1000. دومی که بهائیت هیچ ارتباطی به اسلام نداره، به بابیت نداره. یه آیینی هست که 170 سال پیش در ایران، یعنی دقیقاً بگم در سال 1863، یه ایرانی بوده، سیدم نبوده، اهل شمار بوده، دانشگاهم نرفته، 3 فوق لیسانس و 2 دکترا نداشته. ایشو شیرازی بوده. نخیر. اون سید علی محمد باب بود. ببینید بلد نیست. بله، برای اینکه تکرار نشده اینا. پس با اولای که من امروز از اون صحبت خواهم کرد، یک فردی هست که از ایران وسیله ناصرالدین شاه تبعید شده به خاک عثمانی. یعنی باید ترکیه فعلی. ترکیه فعلی. ترکیه فعلی 200 سال پیش از این سلاطینی داشتن به نام سلاطین عثمانی که عربستان و عراق و بقیه کشورهای کوچک جز متصرفات دولت عثمانی بود. همه جا گرفته بودن. بله. به آتاتورک رئیس جمهور که شد، و این آدم آمد آخرین خلیفه عثمانی را با نهایت احترام و شکوه سوار کشتی کردند. نه قتلی واقع شد، نه کشتار، و این رفت. یعنی مثل تبعید بود. تبعید شد. بنابراین با آمدن سر کار آقای آتاتورک در ترکیه و بعد جنگ دوم جهانی و جنگ اول جهانی، کشورهایی که تحت نظارت دولت عثمانی بودن از هم جدا شدن. این زمانی که من از آن صحبت میکنم، با الله 1863، بعد از اینکه 10-12 سال در تبعید دولت عثمانی بود، به خواست ناصرالدین شاه، دولت عثمانی با الله را از بغداد به استانبول تبعید کرد. یه شهری هم هست، آدرنی. آدرنی. اول چند ماهی در استانبول بود، بعد به یه شهری به نام آدرنی تبعید کردن. با الله 5 سالی هم در به اصطلاح زیر نظر دولت عثمانی بود، به درخواست ناصرالدین شاه پادشاه ایران تبعید شده. بعد از 5 سال اتفاقاتی در آدرنه افتاد که الان فرصت باشه خدمتتون عرض میکنم. بالا را تبعید کردن به عکا، و برادرش یحیای ازل را که در آدرنه با هم مشکلاتی داشتن، اینا را فرستادن به خاک قبرس. یحیای ازل برادر ناتنی بهاءالله هست، پدراشون یکیه، مادراشون یکی نیست. یحیای ازل هم برای خودش دین و آیین درست کرد. یحیای ازل را سید علی محمد باب در زندان که بود، 1 سال قبل از کشته شدنش، به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. بابیت یک دین جدایی هست، بهائیت یک آیین جدایی هست. من خیلی راحتم که کلمه دین را در مورد بهائیت به کار نبرم. من الان اینجا نوشتم. بله. چون میبینم که شما بیشتر پافشاری میکنید اینکه
آیین هست. بله. و دین است. وقتی شما صحبت از آیین میکنید من رو میبره به طرف زرتشت، به طرف اون فلسفه و به طرف بودا. بله این. ببینید اولین جمله‌ای که مستندن از بهاءالله میگم و شما ضبط میکنید و مسئولیتشو دارم ببینه، بهاءالله میگوید این را در بغداد گفته، میگه ای دوست زمین مناسب دیدیم و کشتی کاشتیم. زمین مناسب پیدایش سید بابه که در ایران قوغایی به پا کرده. سید باب یکی از رشیدترین انسانهای کره زمین بوده، در 25 سالگی رفته بالای منبر گفته ایها الناس شما مگه نمیگید که قائم آل اسلام ظهور میکنه؟ من همون قائم آل اسلامم. به همین خاطر بهشون میگن باب. بله. در دروازه. گفت من بابم که از طرف من میتوانید به اصطلاح ظهور من رسول الله پی ببرید. ولی دستور داد که از امروز که به شما دستور میدهم خمس ندهید، زکات ندهید، مشکل شروع شد، بهره مالکانه ندهید. بله. خمس ندهید یعنی دکون آخونده تعطیل شد. بعد سید باب دستور داد که روی سر هیچ زنی به اندازه نازکی برگ درخت نباید حجابی باشه و طاهر قرة‌العین هیچ ارتباطی به بهائیت نداره، در تاریخ بابیته و این اولین زنیست، دومین زنیست در دنیا که حجاب را از روش برداشته و گفته که حجاب ما توهین به مرده، نه تنها به اصطلاح برای ما توهینه، به این مردم توهینه. یعنی شما اینقدر بدید، اینقدر بی اخلاقید، اینقدر بی شرافتید که اگر رو صورت ما و موهای ما را ببینید وحشی میشه. من با خودم رو بپوشونم از دست تو. خب اولا دوستان از طریق فیسبوک با شما در تماس هستن. دوستان آقای فرهاد زمانیان از ایران هنرمندی هستن که کارهای گرافیک و اینا انجام میدن و این دوستمون آقای علم نوشته که همه عقاید الهی هدفشان تصرف جهان است اما سیاستشان با هم متفاوت است. خانم سوسن ولایت که همشهری من هستن از کانادا نوشتن درود بر جناب ناخدا و آقای سوربی. نمیدونم چرا شما رو ناخدا، اگه توضیح بدید ممنون میشم. و آقای علن همچنین نوشتن که درود بر همه عزیزان حاضر. خیلی ممنون از دوستان. منظورش اینه که شاید من در بعضی از بحث‌های تلویزیونی همیشه گفتم که ما راجع به خدا هیچی نمیدانیم. و تهمت بزرگی است که آقا من خدا رو میشناسم. آقا من غلط میکنم، چیزی را که ندیدم از کجا میشناسم؟ ببین بنده چندین و چندین سال هی به ما گفتن که آقا ما تابلو هستیم و خدا نقاش. به شما اینجوری نگفتن؟ شنیدم. ما مخلوقیم و اون خالقیم. خب من مخلوق ببین وجدان باید داشت، چه حقی دارم که راجب خالقم کتاب بنویسم؟ من اونجایی که این دوستان میگه که اشهد ان لا اله الا الله میگم این که دروغی که شما که از کجا میدونید که فقط اینو نیست؟ یا اونی که میگه اشهد ان لا محمدن رسول الله میگم آخه شهادت اینجا تو دادگاه شما میگید که من دیدم این تو قرمز آمد، این تو سبز آمد. شما چجوری دیدی که محمد رسول خداست؟ علی ولی، بعد علی ولی خدا میتونه باشه؟ این یعنی خود شروع نماز با بر کامل بر. این خود این میگه که بی خدا یا با خدا؟ ناخدا نوشته. ناخدا بر جناب ناخدا و آقای سوربی. ببینید من اینو من میتونم یه بحث جدایی بکنم، فکر کردم شاید نظرشون. ببین قربان، بنده فقط به فقط از طریق نظم و نسقی که در دنیا وجود داره، در کهکشانها وجود داره، میگم که لابد ناظمی در کار است. به خاطر این نظم یه ناظم هست. راجب اون نمیدانم. خدا عادل است من چه میدونم؟ خدا ظالم است من چه میدونم؟
ولی دوستای ما آمدن راجع به خدا کتاب می نویسن، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه می زارن. من معتقدم که همه اینها ناشی از جهالت و نادانی ماست. مسئله سوء استفاده نیست؟ برنامه قبلی که شما داشتین چند نفر در موردش نوشته بودن که هیچ وقت فرصتی نشد، اگه مایل باشیم اینا رو بخونم. بله، نوشتن که این رو یه آقایی به نام شیطان رجیم نوشته، نوشته که این هم دروغی دیگر که دست بوسی در بهایت ممنوع است. در این کلیپ هم فرستادن که اگه خواستین من لینکش براتون میشه. در این کلیپ دست بوسی عبدالبها را در نیویورک در سال 1912 میبینید. شما این رو دیدید هیچ وقت؟ بله من دیدم. ببینید نظرتون چیه؟ بهاءالله دست بوسی را حرام کرده، ولی احکام و دستور و تعالیمی که بهاءالله آورده لحظه به لحظه همون لحظه اجرا که نشده. مثلا به شما بگم بهاءالله دستور داده که با دست غذا نخورید. با دست غذا خوردن در بهائیت حرامه. خب ولی عبدالبها تا زمانی که امریکا نیامده بود و این بر نگشته بود دستور نداده بود که در اونجا قاشق و چنگال بذارن. یا فرض بفرمایید که کشیدن تریاک، بهاءالله یکی از تعالیمی که داره عبارت از اینی که هر کس تریاک بکشه لیس منی، از من نیست. ولی در صدر بهائیت بین پیروان بهاءالله افراد بودن که تریاک میکشیدن. دارو بوده یا هرچه بوده، تا زمانی که جانشین عبدالبها آمد و گفتش که این افیون از محرمات حتمیه است، هر کس تریاک بکشه اسمشو از سجلات بهایی در میاره. یه دفعه هم از من راجع به این سجل بهایی بپرسید، چون اغلب این مشکل پیش میاد که اگر آقای امیر عباس هویدا پدر بزرگش بهایی بوده و قبرش الان در قبرستان حیفاست و اسمش از میرزا رضای قناد، خب این نوش هم بهایی بوده دیگه. نه من که اینو میدونم که بهایی ها میرن باید به یه سنی که رسیدن. درود بر شما. میرن این مسئله از فقط در بهاییته که درخواست بهایی شدن باید کتبی و با امضا باشه. مورمنا این کارو میکنه. و جالبه که این مورمنا با بهایی ها از لحاظ تاریخ نزدیکی‌هایی به هم دارن و تشکیلاتی هم دارن. و من یک جلسه مگه خواستین راجع به مرمون ها صحبت میکنم. ولی شما هیچ وقت رفتین توی؟ بله رفتم. در سان دیگو هم هستن، در یوتا هم هستن و اینها تا میخواستن قانون اساسی امریکا را تصویب بکنن، اینا میتونستن بی نهایت زن داشته باشه. ولی در قانون اساسی امریکا زن فقط یک. پیغمبری که اون وقت یوتا همیشه میتونید پیغمبر زنده دارن که 9 نفر انتخاب میکنن، یکی را وقتی اون فوت کرد جمع میشن یکی دیگه. اینم جالب نیست که اونا هم یه عدد 9 رو بعد. بنابراین این کسی که آمد گفتش که جوزف اسمیت آمد به خواب من و گفتش که بعد از این فقط یک زن میتوانید بگیرید. حالا خودش خیلی زن داشت. اون روز که تصویب شد ایالت‌های دیگر امریکا یوتا را قبول کردن و جزء کلونی امریکا شد و الان هم وجدانن و انصافن رعایت میکنن که یک زن داشته باشن. ولی افرادی هستن که یک زن قانونن دارن و زنهای متعدد. یه فیلمی هم بود عشق بزرگ. بله الان توی آمریکا رسم شده سیستر سامتینگ. بله طرف خالدران. زن داره
خود زنه برش یه زن دیگه میگیره و قانونی نیست، ولی با هم توی خونه زندگی میکنن. ببخشید اینجا نوشته که بهائیان دروغ میگویند که ما دین را به ارث نمیبریم، چون داریم راجع به همین صحبت میکنیم، بلکه با تحقیق بهائی میشویم. در این کلیپ مشاهده میکنید که چگونه کودکان را مغزشویی میکنند. من این کلیپ را ندیدم، احتمالاً فکر کنم اون کلاس های اخلاق رو میگه. این دروغ نمیگه، بله من منتها نصف حقیقت رو میگه. اینی که من میگم در دنیا تقریبا میشه گفت همه انسان ها، وقتی همه میگم هزار در هزار نیستا، یه پرسنت کمی، بقیه دین ارثیه. اصلا من یه نوشته ای دارم که میگه شما 5 دقیقه بعد از اینکه تولد میشین کشورتون تعیین میشه، دینتون تعیین میشه و شما همه اون باید با این سر کله بزنید. اگر شما چند سال پیش دنیا آمدید در یه خانواده کاتولیک دنیا آمده بودید، شما یه مسیح کاتولیک بودید. بنده وقتی پدرم و مادرم از هم جدا شدن، مادرم منو به پدرم داد برای که اونو فشار بذاره برگرده مسلمان بشه و اون نشد، من در خانه پدر نان پدر را خوردم و بهایی شدم. سعی کردم بهایی بشم، نه این بهایی هستم، من در حال بهایی شدم. ولی اگر پیش مادرم میذاشت حتما مسلمان بودم، حتما کار چیزای به اصطلاح، چون آخوند فامیل ما آخوندی اصل مادرم شد، من آخوند نمیشدم. بنابراین آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که دوست مشترک من، در یکی از سمینارها میرزا آقاسی در یکی از سمینارها صحبت کرد که دین ارثیه. گفت ما دین را ارثی میبریم، تشویق و تنبیه پدر مادر. گفت من که الان اسلام را آخرین دین، محمد را آخرین پیغمبر میدانم، اگه در یه خانواده بهایی بزرگ شدم، والله منم مثل فیروزی. خیلی انسانی با شرافت و آگاه، تصفانه یه مقدار کسارت داشت، یه نتونست. اجازه بدید من یه دونه کامنت دیگه برای شما بخونم. این هم نوشته که چرا نمیگویید که علت اخراج بهائیان از مدارس تبلیغ بهائیت است؟ چرا نمیگویید که بهائیان از طرف تشکیلات وظیفه دارند که هر کجا و در هر موقعیت تبلیغ بهائیت کنند؟ بذارید من اینو بگم، چون من دبیر بودم و میدونم تو کار فرهنگ و اینا، بهائیای بودن که بهشون میگفتن شما نگو من بهائی هستم، میتونی بری دانشگاه. اینا میگفتن نه، ما نمیتونیم کتمان کنیم که هستیم یا نیستیم. در این رابطه یعنی وظیفه هر بهایی هست که تبلیغ کنه؟ بله 100%. این آقا من سوالشون خیلی متوجه نمیشم. بهاءالله در کتابش گفته که هر کس من شناخت و به من عارف شد، اولین وظیفهش اینه که منو به دیگران معرفی کنه. آقا من اینم تو برنامه میگم هر کی برنامه منو نگاه میکنه، خب به دوستانتونم معرفی کنین. این طبیعی ترینه. ببینید ما برای اینکه انسانهای دیگر با الله را بشناسن، نه شمشیر داریم، نه جهاد داریم، نه گردن میزنیم. با الله میگه حرفهای مرا در نهایت ادب و احترام بازگو کنید، اگر قبول کردن فبها، وگرنه تعرض باطل است. در رابطه با شمشیر و اسلحه و اینها بحث هایی هست که شماها با وجودی که میگین که ما از زور و شمشیر استفاده نمی کنیم، ولی دستور هست که اسلحه هاتون رو حاضر داشته باشید. در این رابطه صحبتی دارید؟ چشم. ببخشید قبل از این میخواییم من اینا رو، چون دوستمون نوشته که شما تایید میفرمایید که ناظم همان خداست، یعنی شما گفتید نظمی هست، ناظم ما اسمش خدا گذاشتیم. بله. دوست دیگه ای فکر کنم ایشون از فرانسه هستن، خانم تنازی، میگن که من دین و مذهب را از پدر و مادرم ارث نبردم. خب هستن خیلی هایی که رفتن تحقیق کردن، متاسفانه خیلی ها دینشون رو فقط ول میکنن، میرن بیرون. بله. برگردیم مشکل ندارم. بله. ببین مسئله عبارت از اینه که ما بابیت را با بهائیت اگر مخلوط کنیم و تفاوتاشو ندانیم، این سوالات برای ما پیش میاد، فاجعه پیش میاد. من گفتم خدمت شما
سید باب، این جوان 25 ساله شیرازی، در سال 1260 هجری قمری ادعای بابیت کرد. بعد از اون بذار یه حکایت واقعی به شما بگم که اتفاق افتاد و امیدوارم این باعث نشه که دوستان بهایی من خیلی از من ایراد بگیرن ولی حداقل قهر نکنن. نه. چون من واقعا همه انسان هایی آقا ولی شما تجربه اینو دارید که دوستان بهایی از شما دلگیر میشن؟ بله. چون در کارهای اجرایی همیشه تفاوت سلیقه است دیگه. یا آقایی بود، حالا اسمشم نمیبرم، آمد و به من گفتش که برای ما یه سمینار بهایی بذاری. ما همه چیزو قبول کردیم، آخرش رسید به پرچم. گفت نه، ما پرچم میخوادیم. بنیاد فرهنگی مهرگان همیشه در تمام سمیناراش اول پرچم ایرانو میذارم و سرود، بعد پرچم کشوری را که در اونجا هستیم میذاریم، بعد اول جلسه و آخر جلسه سرود ایران میخوانم. گفت چرا؟ من بهایی هستم، من نمیخوام پرچم ایران. گفتم ببخشید، عبدالبهام بهایی بود؟ گفت بله. گفتم ایشان در تمام کنفرانس هایی که در آمریکا داشتن پرچم ایران را میذاشتن و میگفتم من 60 سال از ایران تبعید شدم، هنوز یک خلق خوی روش ایرانی را فراموش نکردم. بهایی نمیگن ایران، یک کشور مقدسه. پس بنابراین پرچم جد، اما اینی که پرچم من بهتره، همه باید زیر این پرچم بیان، با الله اینو قبول ندارم. با الله یه فیلسوفی هست که 160 سال پیش قیام کرده، خودش میگه قیام کردم، گفته ایام ناس الارزه وطن الواحده و البشر ساکنه. این کره زمین یک وطنه و انسان ها ساکن روی اونن. حالا من میشم بی وطن؟ کمونیست نبوده؟ جهان وطنی؟ نه جهان وطنی. ببینید، من نمیدونم کمونیست، من واقعا هیچ وقت یک کتاب کمونیستی نخوردم و پدرم و خیلی های دیگر همیشه میگفتن که کمونیست شو پیوند. آقا من بخواه اینو بگم چرا میشد میگفت؟ فوج ترکیه. پدر من زمانی که میخواستم ازدواج کنم 52 سال پیش، خیلی استراب داشتم، ترس داشتم، احتیاط میکردم، جستجو میکردم و پدر من میگفتش که اولو سن صفحه ازدواج قسمت الهیه، ازدواج قسمت خداییه، نگران نباش، خدا هر چرا بخواهد آن خواهد شد. منم هیچی نمیگفتم چون دعوام میشه. بعد دیدم یه روز خیلی خیلی ناراحت شده، چه قسمت قبول نداری و فلان. گفتم نه بابا، مثلا قسمت نمیدونم یعنی چی. اگر شما میگید ازدواج قسمته، طلاق چیه؟ تو چه پیول کمونیست؟ گفت بلند شو تو کمونیست. من واقعا نمیدونم هستم یا نیستم، ولی من در عرض این 81 سال زندگیم یک تابلو دارم که بالا سرم نصب میکنم. اون عبارت از اینه که جهالت و نادانی خود را بشر نام نهاد از قضا و قدر. جهالت و نادانی خود را بشر نام نهاد از قضا و قدر. ما هیچی کدوم از اینا را نمیدونیم. خدا با ما چیکار میکنه من نمیدونم. من فقط مخلوق خودم چقدر دارم، چقدر جسارت دارم که راجع به خالقم کتاب بنویسم و شهادت بدم که اون یکیست، شهادت بدم که از مادر متولد نشده، شهادت بدم که نخواهد مرد، من شهادت بدم که حضرت محمد را او فرستاده است. من این بحثا رو با آقای دکتر آغاسی خیلی کردم. آخر سر گفتم جناب دکتر آغاسی، من ادعایی ندارم، ولی عقیدم اینه که خداوند تا به حال هیچ کس را به عنوان پیغمبر نه فرستاده است. دین یک پدیده اجتماعیه.
شما اگه گوگل رو چک بکنید و بپرسید که در روی کره زمین چند تا دین وجود داره، 4000 جواب میده ایشان کردن. میگه در روی کره زمین 4200 تا دین هست. حالا مذهب نیست، اسلام یک دینه، مسیحیت یک دینه، یهودیت یک دینه. بنابراین بنده اگر میگم که ادیان پایگاه زمینی دارن، پس من نمیتونم بگم که جبرائیلی وجود داره، این جبرائیل آمده. قربان، من هر وقت شما فرصت کردید به من چند دقیقه وقت آزاد بدید، من خوابی که راجع به خدا دیدم و سرنوشت منو عوض کرد اینو برای شما بگم. قبل از اون اجازه بدین که آقای اکبری، ایشون همشهری من هست از آلمان، خب؟ از برلین زیبا نوشتن که لطفاً از دلایل دشمنی شیعیان با بهاییان کمی توضیح دهید، ممنون. و اون دوستمون خانم تنازی نوشتن من از کودکی و نوجوانی هرگز زیر بار دین و مذهب نرفتم، چه در خانواده و چه در اجتماع. بعد همین ایشون باز نوشتن که این خدا چرا به داد مردم مظلوم زیر ظلم مافیا و سیاسیون نمیرسند. من ساکت میشم، شما این دوتا رو پاسخ بدید و ماجرای خواب و خدا رو بگید. 100% با این خانم موافقم. چون من راجع به خدا هیچی نمیدونم، وکیل مدافعش هم نیستم. این از آقای دکتر آقاسی باید بپرسید. انشالله حالشون بهتر بشه، یه روز در اورنج کانتی یا سان دیگو یا اصلا بیاییم اینجا با هم بشیم. من یکی از انسانهای دوست داشتنی دنیا دکتر آقاسی رو پیدا کردم و الان سال هاست من عاشقشون هستم، اما استدلالشون رو قبول ندارم. میگم آقای دکتر، این کتاب را شما از کجا میدانید که خدا نوشته است؟ من میگم این کتاب را حضرت محمد نوشته. و بعد میگم که آقای دکتر، اونهایی که میگن این کتاب را حضرت محمد ننوشته و خدا نوشته، به حضرت محمد توهین میکنن. تمام خوبی های این کتاب، مشکلاتش هم داره، تمام خوبی های این کتاب را از حضرت محمد میگیرن و مقام حضرت محمد میشه یه نام رسان. اعتبارشو میدن خدایی که نمیدونن و این خدا را کوچک میکنن. آقا اینو بگم، من 100% نظر این خانم، من خودم این چیه، منتها من اعتقاد دارم که دین ها در روند تکاملی جامعه بشری خیلی رول های مثبت و کم رول های منفی بازی کرده. جواب این دوستمون چیه که دلیل یا دلایل دشمنی شیعیان با بهاییان؟ من وقتی اینو میگن یعنی سنی ها دشمنی ندارن با بهاییان؟ چرا دارن؟ سنی هم دارن، یهودی هم دارن، زردشتی هم دارن، مسلمان هم دارن. منتها زردشتی ها در قدرتی نبودن که بهاییان را محاکمه بکنن، دار بزنن، آتش بزنن، یا مسیحی ها این قدرت را نداشتن. در ایران که بیشترین بهایی ها کشته شده اند، قدرت دست فرقه شیعه استاشری بود. من یک دفعه یادم میاد که چند سال پیش راجع به علت دشمنی آخوندها با بهاییت صحبت کردم. خلاصش عبارت معلوم، همون مغازهشون رو تخته کردن. بهاییت چون آخوند نداره و هیچ کس حق خودگندبینی به دیگران رو نداره. من از شما بیشتر میتونم. از کجا میتونم؟ ما روزی آقای کشیش اومده بود مغازه خانم من، خانم من داشت لباسانشون رو تعمیر میکرد، دیدم مغازه خلوته، گفتم آقا من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟ گفت البته. عصبانی نمیشوید؟ گفت نه. ناراحت نمیشوید؟ نه. گفتم قربان، شما راجع به خدا چه میدانید؟ گفت هیچ. دم واقعا؟ گفت واقعا. دم پس چرا میرید بالای منبر و تریبون اینا 2 ساعت راجع به خدا حرف میزنید؟ خدا شما به شرافت انسان بودن ما گفتش که this is the business، یه تجارت، یه بیزنس. چون واقعیتش هم اینه، تمام اونهایی که راجع به خدا حرف میزنن خدا چنینه خدا چنانه است،
از کجا میدونن؟ اطلاعات از کجا به دست آوردن؟ از کتاب‌های مذهبی؟ کتاب‌های مذهبی را شما باور می‌کنید خدا نوشته؟ تمام اینی که من اگر اجازه بدید برگردم به خوابی که راجع به خدا دیدم، چون بعد از این خواب خیلی من آرامش پیدا کردم. بعد از انقلاب آقای خمینی یا سیستم آیت الله خمینی دستور دادن عموی 75 ساله منو تیرباران کردن، پسرموی 39 ساله مرا که از پشت شیشه دو تا بچهشو بوسی نیم ساعت بعد تیرباران شد و ده ها نفر از دوستان باهایی که من دوست بودم، آشنا بودم، همسایه بودم، اینا رو تیرباران کردن. من در سندیگو کاردیف کنار دریا بود، صبح ها می رفتم اونجا گریه می کردم، گفتم آقا خدا چرا؟ چرا ما که اشرف مخلوقاتیم باید خون همو بریزیم؟ چرا ما باید مسلمان بهایی را بکشه؟ چرا یهودی باید به دست هیتلر 6 میلیون در کوره آتش بسوزه؟ چرا شیعه و سنی که یک کتاب دارن به نام تو، یک قرآن مشترک دارن، همدیگر رو میکشن، زهر میدن؟ تا اینکه یه شب خواب دیدم، خدا شاهد قسمم نمیخورم، هر که قبول کرد، کرد نکردم آزاده، من یه شب خواب دیدم که در یه جایی هستم، پرده را زدم بالا و من دیدم یه اتاقیه، یه پیرمردی نزدیک پرده اونجا نشسته، تا منو دید گفت چه عجب آقای فیروزی به دیدن من آمدی. حس کردم گربان چه عجب، شما راه برای من دادی، اجازه به من دادی. آقای فیروز اشتباه میکنی، من همیشه درم به روی شما بازه، من درم به روی همه بنده هام بازه، این شمایید که اولین بار از مغزت به قلبت رجوع کردی، حالا که آمدی خوش آمد. بشی من نشست. سوال کرد خدا که آقای فیروز چه میخورید؟ گفتم که من قهوه ترک میخورم. خدا دستور داد دو تا قهوه ترک آورد، یکی خودش خورد، یکی به من داد. من قهوه را که خوردم یه خورده آرام شدم، گفتم آقا خدا الان که مهمانت شدم و قهوت خوردم میتونم یه سوال از شما بکنم؟ گفت این حرف چی پسرم، شما بنده منید، شما هزار تا سوال بکنید. گفتم نه خدا، من فقط یک سوال دارم، شما با فرستادن این 124 هزار پیغمبر، با فرستادن این همه کتاب ها مشکلات ما را بیشتر کردی. گفت کدوم پیغمبر؟ دو پیغمبرانی که فرستادی، این کتاب هایی که نوشت. گفت آقای فیروزی من نه کتابی فرستادم، نه کتابی نوشتم، نه پیغمبری فرستادم. گفت چرا؟ گفت برای من سواد نوشتن ندارم. دوم اینکه من در دل بنده هام هستم، چرا یکی دیگر رو واسطه کنم؟ گفت شما این کتاب ها رو دیده؟ گفتم بله آقا، یه مقدارش دیدم. گفت من خواهش میکنم برگرد همه اونا رو بذار رومیز، هر جایی که سخن از دوست داشتن، عشق ورزیدن، محبت کردن به کلی ابناء بشره من نوشتم، زیرشو از طرف من خط بکش. هر جایی که صحبت از زدن و کشتن و نابرابری و نابرادری و عدم مساواته، قلم قرمز بکش و پاره کن. آقای فیروزی شما عقلت نمیرسه که من کتابی بفرستم؟ مگه زنها رو من خلق نکردم؟ گفتم چرا قربان؟ گفت زنها رو من خلق بکنم بعد کتابی بنویسم و بگم زنها رو بزنید؟ اینا دختران من نیستن؟
بگم هر وقت دلتون خواست هر کاری کردن بزنی، یک مرد میتونه 14 زن بگیره. گفت اینها انسانهای بزرگواری هستن، میخوام به مملکتشون، به قبیلهشون، به ملتشون کمک بکنم. این قواعد و قوانین رو مینویسن برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشن، به اسم من منتشر میکنن، وگرنه من نه کتابی فرستادم و نه کاری با این کارا داشتم. آقا من از خواب بیدار شد. باور کنید جناب سربی، به مرگ 5 تنم قسم میخورم احساس کردم تولد دیگری شد. البته اینا همش افکار خود من بود که من آواره دشت و بیابان بودم در فضای فلسفی. حالا خیلی مطمئن شدم، راحت شدم، راحت شدم. آقا خدا هست؟ من نمیدونم. من فکر میکنم جهان به این عظمتی، به این نظامی لابد یک ناظمی دارد. بس بسیار ممنون. کافیست؟ بله بله. میگن که دوستان، اول آقای رجبی درود بر مهمان گرامی شما و خانم ولایت از کانادا، میگن من هم به همین نتیجه رسیدم، به نتیجه که شما. و خانم تنازی از فرانسه فکر کنم، میگن که همه ادیان ادعای یگانگی بر خدا دارن، اما دینهای دیگر را به جعبه سیاه در مکه را نمیدهن. این ماجرای جهت اطلاع خانم، ادیانی که باورمند خدایی دارن تعدادشون خیلی خیلی کمه. از 4200 دین فقط چند تاش پایبند وحی و الهام و جبرئیل و اینا هستن. مثلا شما بودا رو بخونید، بودا کجا گفته که وحی رسیده کتاب منو خدا نوشته؟ اینی که باید مطالعه اساسی و عمیق بکنیم. خیلی ممنون دوستان عزیز. بعد از این برنامه هم این فیلم رو تا چند روز نشون میدیم در تلویزیون مردم، روی یوتیوب هست، روی فیسبوک کم که میدونید همیشه هست، بر نمیدونیم. اگه خواستید میتونید اونجا نظراتتون، کامنتتون رو بنویسید، من برای آقای فیروزی ارسال میکنم تا ایشون پاسخ بدن. شما چند روز اینجا هستیم و آیا بازم میتونیم با شما باشیم؟ با من تا روز سه‌شنبه ظهر اینجا هست، بعد پرواز میکنم. ولی اگر این برنامه شما رو که به این صورت میدم، ما تو خونمون یه همچون دستگاهی بذاریم، میتونم از اونجا. ولی میدونیم فرقش این روزا با یه تلفن شما میدونم. آره ولی فرقش اینه که وقتی اینجا میام و به شماهای شما دست میزنم، صورت شما را میبوسم، اون احساس نزدیکی و زنده بودن مطلب خیلی به من کمک میکنه. شما همیشه من لطف داشتید، من ممنونم. دوستان عزیز، برنامه های آقای حسن فیروزی رو حتما روی یوتیوب و گوگل تماشا کنید. من امروز باز ازشون خواستم که اون برنامه رو که با فرزندانتون بودید در نه من 70 سال میخواستم بگم سالگردی بود. من در وقتی به سن 70 سالگی رسیدم، فکر میکردم که خانمم یا بچه ها من سورپرایز خواهند کرد. به همین علت من خواستم اونا را سورپرایز کنم. همون جلسه مهرگان که ماهیان جمع میشدن، آگهش دادم که من هیچ وقت در سمینار صحبت نمی کنم، همیشه وسائل صحبت دیگران را فراهم کنم. گفتم این جلسه من خودم صحبت خواهم کرد. و اینا حیرت کردم که راجع به چی صحبت خواهید کرد. آمدن نشستم، گفتم که بنده، اول اون نوارم گفتم که بنده حسن فیروزی الان 70 سال از عمرم گذشته، این دفعه میخوام راجع به زندگی خودم صحبت بکنم و از هیچ کس، حتی فرنگ هلاکویی هم نمی ترسن که اون وقت خیلی جلسات مهم، از زنم بچه هم نمی ترسن و آنچرا که فکر می کنم حقیقته به شما خواهم گفت. که شروع کردم گفتم به این که پدر و مادر من چطوری شده از هم جدا شدن. من در 7 سالگی باور کردم که مادرم مرده، در 12 سالگی به من گفتن که مادرم نمرده و خلاصه بقیه ماجرا. واقعا داستان غم‌انگیزی. من میگم وقتی
برای اولین بار نگاه کردم اون ویدیو رو، نمیتونستم خودم کنترل کنم. جناب سربی، در اون داستان زندگی خانوادگی و من مطالبی هست که متاسفانه دایی من که کتاب خاطراتشو نوشته به عمد اینها را نادیده گرفته. که من اینا را این دفعه صحبت کردم. ببین، من یه خاله‌ای داشتم که الان فوت کرده و من این خاله رو ندیده بودم تا 12 سالگی که منو بردن و گفتن که این مادر شماست، این مادر بزرگ شماست، این خاله شماست. من دیدم که این خالم نابیناست، ولی خیلی گرم و نرم اسم من رو صدا کرد، اومد نشست و همیشه دست من تو دستش بود. تا من یه سالها گذشت و رفتم ترکیه و تمام کردم آمدم، یه روزی تبریز خونه اینا بودم، به من گفت حسن آقا. علتم که به من حسن آقا میگه، شما ترکیه درس خوندید؟ بله، من ترکیه درس خوندم. من در سال 1959 وارد ترکیه شدم. 60 سال پیش. و امسالم به خاطر 60 سالش رفتم به دانشکده و شاخه گل دادم به استادهای حاضر در دانشکده. ولی این خاله من گفتش که حسن آقا من سینما میبری. گفتم چرا نمیبرم؟ ولی تو دلم گفتم که آخه یه آدمی که نابیناست از سینما چه میفهمه؟ گفتم خاله چه میخوای؟ گفت همین امروز. آقا بعد از ظهر شد و من خالم رو برداشتم که این فقط دست منه گره، به اضافه یکی دو از فامیلامو راه افتادیم، رفتیم به سینمای دیانا در خیابان پهلوی تبریز زیر دادگستری. یه فیلمی شروع شد و اینا میگه حسن آقا آرتست اومد. گفتم بله. اسمش چه رنگیه؟ من گفتم مثلا سفیده، اون یکی سیاه. ولی همش مغزم میجوشی که آخه این از کجا اینا رو میخواد بدونه و برای چی میپرسه؟ رنگ سفید با رنگ قرمز برای این خانه چه فرق میکنه؟ وقتی اومدیم بیرون یه خودمو نتونستم میگم. گفتم که خاله تو مگه رنگ ها رو میشناسی؟ گفت البته که میشناسم. اون برگشت گفت، گفت تو فکر میکنی من کور مادرزادم؟ گفتم نه. آره؟ گفت نه، من کور مادرزاد نیستم، من در 7-8 سالگی کور شدم. بعد جریانو به من گفت، خودش گفت. من در مدرسه درس میخوندم، یه بعد از ظهری از طرف اداره بهداری اهر چند نفر اومدن دم در و گفتم بچه ها را باید آبله ضد آبله واکسن بزنی. میگه که پدر من پرسید کیه؟ گفتن که بابا آمدن که ماها را واکسن بزنن ضد آبله. گفت صبر کنید من برم به کتاب استخاره کنم. من نمیدونم کدوم کتاب بوده، آیا قرآن بوده، کتابای دیگه اسلامی بوده، نمیدونم. ولی بعد از چند دقیقه ایشون میگن که کتاب راه نداد، استخاره بد بود، استخاره بد بود، بروید 2-3 هفته دیگه بیایید. و اینا میکشن میرن. خاله من در عرض این مدت آبله میگیره. وقتی آبله میگیره خب چشمش کور میشه. حالا این برای من یه دردی شد، یه معمایی شد. ما برای زدن واکسن ضد آبله چرا باید استخاره کنیم؟ چرا باید از کسی فتوا بگیریم؟ تا اینکه یه روز از خودش پرسیدم، سنم رفته بود بالا، ازدواج کرده بودم. گفتم خاله الان از دست پدرت و مادرت چقدر عصبانیت؟ گفت اصلا. هم چرا؟ گفت ها، گفتش که حسن آقا ما مثل شما که نیستی، ما مسلمانی، ما به خدا اعتقاد داریم. من میدانم اگر خدا من کور کرده علت داشته، چون من خیلی زیبا بودم و ممکن بود زن بدکاری بشم، آقا خدا جلوشی گرفت. حضرت
باور ما، باور ما از دین و مذهبه. قرآنی که قرآن 1400 سال پیش در عربستان کتابی نوشته شده یا نوشتن یا جمع کردن، نمیدونم. ما چرا باید این کارو بکنیم؟ بچه منو کور بکنیم و اون برای ابقاء نفسش یه همچون فلسفهی بسازه که ما چون خدا من دوست داره من کور کرده که من فاحشه نشم. آقای فیروزی، من در مدت این 20 سالی که برنامه داشتم این همه آفرین نگرفتم. آفرین آقای فیروزی، سپاس از آقای فیروزی. صحبت های شما کاملا به دل می نشیند و عقلانی است. کلن هدف انسان باید محبت عشق باشد، کلید موفقیت. همون چیزی که خوابی که شما دیدید و بهتون گفتن. این آقای رحیم نگهبان دوست ما هستن از ایران. درود به جناب سوربی و جناب فیروزی، ایشون صادقانه گفتمان دارد. از ایشان تقاضا می شود اختلاف بین بهائیان با ازلی ها را هویدا کنند، چون که محمد اصفهانی و یحیای ازلی با شایع پراکنی بر ضد بهاءالله یا بها بر در عکا کشتند یا گشتند. البته بهاءالله این عمل را نکوهش کرد. کشتند؟ بله. ببین گربان، من 60 سال پیش رفتم به آنکارا. یکی از دوستای من رفته بود، اسم منو در دانشکده کشاورزی ثبت نام کرده بود. تصادفاً بدون اینکه قصدی داشته باشه رشته ژنتیک هم زده بود. مثلا اسمش هم نشون بود ژنتیک چیه. ما رفتیم و ناخودآگاه بدون اینکه اراده داشته باشیم اینو شروع کرد. من یادم میاد اولین استادی که آمد گفتش که کروموزوم هست، روی کروموزوم ها ژن ها هستن. میگفت من آرزو میکنم روزی برسد محل ژن ها روی کروموزوم ها پیدا بشه، مشخص بشه که من آگاهی بروم. گفتم الان 60 سال از اون تاریخ گذشته، نه تنها محل ژن ها مشخص شده بلکه خاصیت ژن ها شناخته شده. یعنی دی ان ای الان ببینید دی ان ای بعد از اون طریق میرن، حتی الان میتونن روی ژن ها جراحی انجام بدن. بله بله. اوکی. و شاید تنها راه نجات بشر جراحی ژنی است روی بسیاری از بدی هایی که ما در طبیعت داریم. خدایا راست گویم فتنه از توست، این فتنه فقط با این از بود. خدا ما احساس های خیلی عجیب دارم، نمیخوام داشته باشم. اینی که مسئله نقاشی یک مقدمه یا یک بکراند ژنی داره، یک عده موسیقی بلدن، اینها از پدر یا مادر اینو به ارث میبرن. مثلا من هر کاری کردم در دوره دبیرستان، معلم ها میگو دست عکس رو بکشید، من میکشیدم میگو خاک بزن اینکه به پادشاه. من تنها شرمنده ام درسی که تقلب کرده ام درس نقاشی. اما منظورم اینه که من اعتقاد من بر اینه که بهاءالله یک آدم ژنی بوده، یک فیلسوف بوده، یک دنیابین بوده و این ژن در خانواده اینا بوده، حتی در اون برادر ناتمیش هم بوده که ایجاد یک آینی بکنه. تا اینجا روشن شد؟ الان در ایران اول شخصی به نام سید باب در شیراز ادعای قائمیت میکنه. اون وقت نخست وزیر ایران پدر بزرگ این دوستمون آقای دکتر آقاسی، پدر بزرگ پدر بزرگشون آقای آقاسی بوده.
آقای آقاسی معلم محمد شاه بود. محمد شاه اینو به عنوان نخست وزیرش نمیدید، اینو به عنوان مریدش، خودش مرید اون بود، اون مرادش بود، مرادش بود. به همین علت وقتی شهرت سید باب پیچید، حاجی میرزا قاسی باهایا خیلی به تاریخ نویسان باهایی خیلی باش نظر موافق ندارن، ولی این دوست ما آقای دکتر آقاسی یه دفعه از من یه سوالی پرسید، گفت شما آقاسی جد بزرگ من؟ گفتم بله. گفت اشتباه میکنید، اگر این میخواست همون سید باب رو در شیراز دستور میداد اعدامش میکرد، آب از آبم تکام نمیخورد. چرا؟ کفر کرده دیگه. آقا چرا این از اونجا ورداشت برد گذاشت در ماکو؟ برای این گذاشت در ماکو که پیروان بیشتر اهالی ماکو سنی بودن و بیشتر مریدان سید باب شیعه بودن. این شیعه ها از ترس جانشون به ماکو نمی رفتن. حالا چرا سید این وسیله دورش کرد؟ دور کرد. حالا چرا سید باب و این دفعه از ماکو بردم به چهرک؟ خیلی از باهایا و دوستان ما نمیدونن چهرک کجا. چهرک ملک شخصی آقای آقاسی بود. چهرک؟ چهرک نزدیک شاپوره. بله. یه روستایی است، من رفتم و دیدم. یه کله است. ولی مال ملکیت آقای آقاسی نخست وزیر صدر اعظم محمد شاه. بردن اینجا تا محمد شاه گذشت، ناصرالدین شاه به حکومت رسید، امیر کبیر شد صدر اعظم. خب وقتی امیر کبیر صدر اعظم شد، خیلی از دوستان بهای ما فکر میکنن که امیر کبیر دشمنی عجیب و غریبی با سید باب داشت. اخیرا نامه ای از حضرت بهاءالله پیدا شده که اونجا فهمه که هیچ نیت بدی نداره، چون تو زمان امیر کبیر دستور قتل عام سید بابو دادن. با الله میگه که امیر کبیر هدف ایجاد امنیت ایران بوده و هیچ سوء نیتی در کشتن سید باب نداشته. در صورتی که من خودم شاهدم، باهایی ها بند خودم همیشه به این امیر کبیر نمیگفتیم، عمر کبیر میگفتیم. جهالت. وقتی ناصرالدین شاه امیر کبیر را از صدارت عزل کرد، در حمام فین کاشان گذشت و اینها، اما سه سال، این شش سال از ظهور باب گذشته، سه چهار تا از بابیا باهایتی در کار نبود، طاهر اینا بودن ولی باهایتی نبود، بهاءاللهی نبود. بهاءالله خودش هم به عنوان یکی از بابی، پیروان بابی بود. اینا رفتن در تهران جلسه تشکیل دادن و گفتن که رهبر ما را کی کشته؟ ناصرالدین شاه. چکار کنیم؟ به جزاش برسیم. فکر ترور ناصرالدین شاه کردن. وقتی ترور ناصرالدین شاه فکرش کردن، رفتن یه تفنگ ساچمه‌ای درست کردن، یه دونه نمیدونم شمشیر، یه تفنگه و تجهیزاتشون برای کشتن آدمی مثل ناصرالدین شاه که قوی بود و در اسم شهر عظمتی داشت کافی نبود. اول کسی که تفنگ انداخت ساچمه ها رفتن و خوردن به شانه امیر کبیر. امیر کبیر تا احساس خطر کرد، خودش حمله کرد به این تروریستاش، یکیشو با پاش زد، یکیشو با دست زد، افتادن زمین و سربازهای گارد محافظ ناصرالدین شاه ریختن و دو نفر دیگرشون زنده دستگیر کرد. خب برای اینکه در شهر تهران نپیچن که ناصرالدین شاه کشته شده، با تمام زخم و اینا که داشت توی کالسکه قرار دادن و در شهر گردوندن که مردم دیدن آقا ما امروز دیدیم. پس شاه هم مجروح شد. بله مجروح شده و تا این جراحت ها تا آخر عمرش روشون نشد و هر وقت حمام میرفت
و اینها را میدید عصبانی میشد. خب این یکی. و مادرش ناصرالدین شاه آمد در دربار به این افراد پرسید که شما از این افرادی که ناصرالدین شاه خیال میکرد که این کودتا از طرف دربار شده، از طرف فامیلاش شده، اونایی که مسئول بودن استنتاق میکردن از این دو نفر، گفتن قربان نه یک کلمه حرف نزد، خیلی مقاومت کرد. ناصرالدین شاه گفت نه، اینا انسانهای مذهبی هست و فهمیدن که اینا بابی هست. خب ولی همیشه رو کشته بودن. بعد کی بابیست و کی بابیست، گفتن که با الله رئیس بابی هست. با الله هم خودش سوار اسب شد، آمد رفت به زندان و خودش معرفی کرد، گرفتن و دستن زدن انداختنش اونجا. خب اینجا یه مسئله هست که واقعا باید قضاوت وجدانی داشته باشه. یه برادری خواهرش میبینه که برادر افتاده زندان و فردا خواهند کشت، شوهرش مترجم کنسولگری روسه، خب میره به شوهرش میگه که تو رو به خدا ببین چیکار میتونی بکنی، دست به دامنت برادرمون نجات بده. اینم میره به کنسول میگه که این با الله گرفتم برادر خانم منه، اونم میگه من چیکار میتونم بکنم، ما حق دخالت در امور داخلی اینا رو نداریم. خلاصه مصلحت میکنن، مشورت میکنن، بعد میگن که درسته که ما حق دخالت نداریم ولی به شاه ایران نامه بنویسیم، توصیه میتونیم بکنیم این بابیای را که دست دست میاره تیرباران میکنید، اعدام میکنید، در محاکمه اینها نماینده کنسول روس هم شرکت داشته باشه. ناصرالدین شاه و دوربریا که اینو میبینن میگن که پای روس و نمایندهشون رو به این دادگاه نکشیم. بلافاصله با دولت عثمانی تماس میگیرن و میگن که ما خواهش میکنیم اجازه بدید که ما بهاءالله را با افرادی که ارادت دارن بهش بفرستیم به بغداد. تبیید به اونم بگن بفرمایید. یکی از این افرادی که با بهاءالله رفت به اونجا میرزا یحیای ازل، برادر کوچک بهاءالله، برادر ناتنی، برادر از پدر یکی از مادر جدا هستند، اسمش بود یحیای ازل. اینا رفتن به بغداد. بهاءالله به بغداد که رسید، چون از چهار ماه خورده‌ای در زندان بود و عده زیادی از دوستاش می آمدن خداحافظی می کردن، بعد می رفتن جلوی تیربار. و نخست وزیر اون وقت، الان اسمش یادم نیست کی بوده، برای کشتن بابیا یک گروهی را مشخص نکرده بود، تقسیم کرده بود به گروه های متفاوت. مثلا 10 تاشو می داد بازاریا بکشن، 10 تاشو می داد می گفتش که این آخوندا بکشن، 10 تاشم داده بود به دراویش تهران. این 10 تا سهمیه شماست. در کتاب های تاریخ غیر بهایی نوشته که دراویش آمدن یکی از میادی اینا رو بستن به تناب، سراش موسی شمشیر برهنه گذاشتن جلوی پاش و بعد رفتن یاهو یاهو یا من هو، در نهایت طغیان احساساتشون شمشیر رو برداشتن و گردن نرازد. وقتی گردنهای افتاد به زمین، خواستن مردم متفرق بشن که میان اون مردم تماشاگر خارجی بودن و عکس هایی گرفتن. به کجا داشت بره؟ برنامه تمام نشده هنوز. بعد آمدن زیر اینا که هیزم گذاشته بودن، اینا رو آتش زدن که جسد اینها در اونجا سوخته شد. این نمونه است از بابی کشی در اینجا که در هیچ جای دنیا انسان بیرحمیشو به این حد نرسونده. و با الله رفت به کوههای سلیمانیه، اونجا با دراویش و با دوستان و اینا نشست داشت. بعد از اون چند تا اثر نوشت که فوق العاده زیباست. سلیمانیه بغداد، کوههای سلیمانیه بغداد، این کلمات مکنونه است که کلمات فوق العاده زیباست، مثنوی داره
و کتابای دیگه مثل ایگام اینا اینا رو نوشته، ولی دولت ایران درخواست کرد، ناصرالدین شاه درخواست کرد از سلطان عثمانی که اینای را که ما چند سال پیش تبیید کردیم برگردونید به ما. در تواریخ ترک نوشته شده خلیفه عثمانی گفت که برگرداندن پناهجو در شأن خلاف باور ماست، ولی اگر شما در بغداد از دست اینا ناراحتید ما اینا را هر جا میخواید بفرستیم. دولت ایران اول استانبول، فرستادن استانبول بعد از 4-5 ماه گفتم بابا استانبول محل توریستی رفت آمد بیشتر تماس دارد، فرستادن به ادرنه. ادرنه یک شهری هست که به اروپا نزدیکتره و بهاءالله و برادرش اونجا بودن. بین بهاءالله و یحیی عسل بین بهاءالله و برادرش اختلاف بود. یحیی طرفدار یا خود یحیی یا طرفدارانش، من نبودم و نمیتونم بگم کدوم، ولی به هر صورت در چاه خانه‌ای که بهاءالله زندگی میکرد توی چاهش زهر ریختن، توی آب چاه سم ریختن. این سم که خورد بهاءالله داشت میمورد. یه طبیب انگلیسی پیدا شد این بر جای شستشوی معده داد، ولی تأثیر این زهر و سم تا آخرین زمان بود. دسته های بهاءالله همیشه میلرزید. دولت عثمانی که دید که اینا دو دسته شدن دارن با هم دعوا میکنن، تصمیم گرفت که بهاءالله را با پیروانشان بفرسته به عکا. اونجا یک قلعه بود، هنوز اسرائیل نبود. نه خیر، اسرائیل 70 سال. اما اینا را برداشتن بردن اونجا. اما 4 تا از بهائی‌ها را گذاشتن روی افراد یحیای عسل و 4 تا از ازلی‌ها را گذاشتن روی تیم پیروان بهاءالله. چرا؟ دلیلش چی؟ برای اینکه به هم جاسوسی بکنن. آها، اوکی. یکی از افرادی که تو گروه آقای مشکینگلن که خط خوبی داشت و نقاش خوب بود، اینو گذاشته بودن روی تیم یحیای عسل و فرستادن به قبرس. که بعد هایشون فرار کردن و آمدن. این 4 تا بابی که آمده بودن به عکا، اینها شروع کرده بودن به جاسوسی کردن و اذیت کردن. متاسفانه شوربختانه 5-6 تا از بهایی ها میرن میشینن به هم قسم میشن که این 4 نفر رو بکشن. بهاءالله کوچکترین اطلاعی نداشت. بعد یه روز میگن آقا ما میریم اینا رو میکشیم، بهاءالله هم از ما بدش میاد. ولی فیصله میده رهبرمون رو، مولامون رو نجات میدیم، دولت میده ما رو بکش. میرن این کار رو میکنن و متاسفانه یکی از صفحات ننگین تاریخ اینه که این 4-5 نفر میرن و اون 4 نفر را میکشن، زهر میدن یا سراشون در از دوی میبرن. دولت عثمانی بهاءالله بدبین میشه و بهاءالله را دوباره میگیرن و به زنجیر میکشن. بعد از اون محاکمه بهاءالله شروع میشه. بهاءالله از اول هر چی که بوده میگه و از این که اینا رو کشتن اظهار میکنه و خلاصه. ولی دیگه کار از کار گذشت، اظهار بی اطلاعی میکنه. بله. و در لوحی می نویسه ضرری که این دوست ها به من زده اند ناصرالدین شاه نزده است. این ضرب المثلی که میگن اگه دوست اینجوری داشته باشه احتیاج به دشمن نداری. و به همین علت این تاریخ، این صفحه اینجاش همیشه زیر سوال رفت، ولی بهاءالله اونجا بود. بعدا یه هیئتی حکومت نظامی دو ارتشی آمدن بهاءالله رو محاکمه کردن و حکم به براءتش دادن.
تبرئه کردن و از اون زندان و از زیر اون زنجیرنا با الله خودش و افرادش در اومدن که یه مقدار بین آزادی دادن که از زندان آمدن و در عکا در خانه‌هایی زندگی می‌کردن. متأسفانه من به عنوان یه بهایی وقتی به این قسمت از تاریخ دیانت آیین بهایی میرسم این شرمندگی را دارم که به خاطر جهالت و نادانی اون چند نفر بود. خب آقای اکبری میگن که آقای فیروزی انقدر خوش سخن هستن که اگر چند روزم حرف بزنند خسته کننده نیست، لطفا از ایشان بیشتر در برنامه ها استفاده کن. چشم، ما دعوت میکنیم. چطور آقا ما برگردیم یه اینجا آقای سربی همه وقتی بازنشست میشن میرن سندیگو. بله. شما از اونجا بیان اینجا. آقای سربی اخیرا خونه شو نوز کردن، یه خونه بسیار نقلی. نقلی نیست والا، من که شما نقلی گفتید، من که شو بردم 4-5 تا اتاق دارید. بله. یکیشو به ما بدی من و خانمان بیاییم در خدمت شما. شما هر وقت من... بیاییم خوش آمد. خب آقای رجبی میگه که اما راجع باید اگر صحبت کنیم باید به دوران قاجار توجه کنیم که روحانیون یا سنتی یا سنی سنتی و روحانیون سنتی بیخبر از مردم هم بیخبر از سیاست جهانی تمام قدرت در سیستم حکومتی را در دست داشتند و ملت در فقر فکر و مال بیماری های جور با جور در سطح جامعه جنبش شیخیه به وجود آمد که شیخ کشی معروف شد، چون مردم عامل همه گرفتاری ها را روحانیت سنتی می دانستن. اینم یه دلیل دیگه ای که آخونده با بهایی ها بدن. و ایشون نوشتن که نه دین را می شناختن و نه دنیا را، اما به اسم شیعه فتوا صادر می کردن. هر کس مسافرتی کرده دنیا دیده تر بود کافر محسوب می شد. در این مرحله زمانی بود که سید علی محمد وعده داد که ناجی می آید، طرفداران زیادی هم پیدا کرد. دلیل اصلی و عامل هم باز برگردیم چیزی غیر از خود روحانیت سنتی عقب مانده ذهنی نبودن یا بودن که افسردار جامعه فقیر و عقب مانده بودن. اجازه به حکومت هم اگر می خواست نمی دادن تا سیستم آموزشی مدونی یا مدونی داشته باشن. آنها علم را فقط آنی می دانستن که خودشان آنی می دانستن که خودشان در مکتبهای فصلی اون هم فقط این چیز درس قرآنیه و قرآن بخوانن نه آموزش دیگری. یه دوستی هم به نام مایک شجاعی نوشتن حماقت از اعتقاد به اسلام مشکل ماست. این رو من متوجه نمیشم، بذارید ببینم چیز دیگه ای. بله همین نوشتن حماقت از اعتقاد به اسلام مشکل ماست. بله شما متوجه میشین؟ بله میفهمم. بفهم اخ ببینید، یکی الان بعد از بخصوص پیدایش این انقلاب ظاهرن اسلامی، چون واقعا میگم من خودم وقتی این انقلاب اسلامی میشد علارغم اینکه بهایی بودم میترسیدم که ممکنه ما را بزنن، بکشن، اعدام کنن، زندان از کار بیندازن، ته دلم میگفتم حداقل دیگه دزدی از این مملکت رخت برخواهد. خداش من اصلا باور نمیکردم که همین جمهوری اسلامی دگل های نفت را خواهد و الان حیرت میکنم. حتی دیروز یا پیروز آقای روحانی گفته بود مثل که 1 میلیارد یورو دوباره گم شده. ببین اینی که ببین، ما وقتی بچه بودیم کتاب های مذهبی میخوندیم یا پدرمون یا میرفتیم در سخلا، یک چیز به ما میگفتن که هدف از دین انسان شدن است. این جمله را من نقل قول میکنم از استاد مجتبی مینوی. در سال 1344 ببینید، آقای دکتر مصدق از کار افتاد و
28 مرداد تا ظهر آقای بروجردی مرکز به اصطلاح باورمندان شیعه که از اون تقلید میکردن راجع به شاه و مصدق چیزی نگفته بود. در ظهر نزدیک های ظهر آقای بروجردی فتوا داد که از شاه حمایت کنند. بازاری ها به خاطر اجرای دستور بروجردی بازار رو بستن، یکی دوشن اومدن خیابان و گفتن زنده باد شاه. بنابراین آقای بروجردی خودشو از شاه به خاطر این حمایتش طلبکار میدانست. خب بعد اومد به آقای فلسفی گفتش که شما برید و از وزیر دربار بگید که همچون مطلبی هست. آقا بهایا ایران ادارات رو گرفتن، بهایا ایران، و ما به ما اجازه بدن رادیو در اختیار ما بذارن که ما مردم رو روشن بکنیم. اینم رفت و اجازه رو دادن و در یه مسجدیش فلسفی صحبت میکرد. اول یه مقدار راجع به چیزهای متفرقه مذهبی صحبت میکرد، بعد میگفتش که مردم اساس خرابی ادارات ما فساد موجود در جامعه به خاطر بهایی هست، وجود بهایی در سیستم بسن و تمام ادارات بهایی ها قبضه کردند. میگفت اعلی حضرت من خجالت میکشم، ما هزاران دکتر داریم در این شهر، در این مملکت، شما رفتین یه دکتر بهایی را چسبیده. این عیادی، دکتر عیادی، دکتر عیادی بود. البته بگم همیشه در دربار ایران 6 تا پزشک بود، یکی از اینا دکتر عیادی بود. سریا در خاطراتش که من در ترکیه خوندم گفتش که من این صحبت ها را شنیدم، اومدم به شاه گفتم که قربان این دکتر عیادی نفرست که شما به من گفتی که ما 6 تا دکتر داریم، ولی به این بیشتر اطمینان کن، حالا اجازه دادید که این آخوند بیاد بر علیه اینا صحبت بکنه. و شاه گفته بود که این کار آخوند است، ما در این کار دخالت نمی کنیم. در شهرهای کوچک، در روستاها مردم می ریختن و وقتی یه فتوای می دن که اینا با خواهرشون رابطه دارن، با مادرشون رابطه دارن، فساد دارن، اینا دختر نمی شناسن، حلال نمی شناسن، حرام نمی شناسن، هر خود ما شنیده بودیم که اینا برنامه‌ای دارن، کشته کشتار شد. بعد من یادم میاد که من یه پسر عمو داشتم که الان چند سال فوت کرده، این سربان بود و رئیس مخابرات ژاندارمری بود. این اومد خونه ما و گفت عمو جان من خواهش میکنم شما زن و بچه‌تون رو وردارید و از این شهر فرار کنید. گفت محسن من کجا برم، شهرهای دیگه هم اینجوریه، ما نمی... گفت میان شما را میکشن. گفت بکشن، این کار تازه‌ای نیست که. و خونه های ما را علامت زده بودن، ضرب در گذاشته بودن که من با یک اون وقت من بچه بودم، با یکی از دوستای باهایمون یه ماژیک برداشتیم یا یه رنگی برداشتیم رفتیم خونه همه را علامت گذاشتیم که وقتی میان ما را نشناسن. حالا چی شد که آقای فلسفی با این حدت و شدت صحبت میکنه و شاه میگه که این کار آخونداست، ما نمیتونیم کاری بکنیم. آقای باتمانگلنج فرمانده کل گوا، تیمسار باتمانگلنج رفت به حضرت قدس بهایا بعد از و آقای بختیار، تیمسار بختیار رئیس ساواک راهنمایی کردن، رفتن بالای حضرت گوش، عکساش هست، عکساش هست که در تمام دنیا کلنگ گرفتن و خراب کردن. اون وقت آقای امینی نماینده ایران در سازمان ملل بود، اون آقای علی امینی، علی امینی. برای شاه از خیلی جاها نامه و تلگراف آمد، ولی دو تا نامه تأثیرش کرد.
یکی نامه نخست وزیر هندوستان آقای جواهر لال نهرو بود. نامه نوشت که اعلیحضرت من بهایی نیستم ولی با بهایی ها از نزدیک آشنام، من چند تا دوست خوب بهایی دارم، افکار و عقاید من اینا هیچ کاری به کار مملکتی شما ندارم، ما هم یه ملت فقیری هستیم، اگر فکر میکنید بودن بهایی ها شما را اذیت میکنه همه اینا رو بفرستیم بیان پیش ما. دوم که آیزنهاور، آیزنهاور رئیس جمهور امریکا همون روزها تصادفا مریض بود، در بیمارستان بستری بود، یه پرستاری داشت، مرد بود و بهایی بود، این ضمن این که مواظب بود یه کتابی دستش بود، یه وقت آیزنهاور بود این چه کتابی؟ یه کتاب دعای بهاییه، من برای شما از روی این کتاب دعا میکنم، بیار ببینم، میاره ببینه که چیزهای خوبی هست در کتاب دعا، میگه جریان چیه؟ بهایت چیه؟ میگه من بهایی هستم و بعض اینجوریه و الان در ایران همه بهایی ها در این فشاره، این که جریان میشنبه میفهمه برمیداره به شاه نامه نیست که علازه دار بعد از هیتلر چشم ما با شما روشن، آیا میخواهید که نسب کشی کنید؟ مخصوصا اون ضربه در زدن در خونه ها درست کاری بوده که هیتلر انجام ده. اون ما یه شب خوابیده بودیم حدود ساعت 2 یا 3 صبح، ما دیدیم در به شدت میزنه، بابام گفت که نترسید آمده اند که ما رو بکشه، شجاع باشی. خدا شد من گفتم بابا نمیزنم تو بشی، من رفتم باز کردم دیدم همین پسر عمویم محسن فیروزی روحش شاد همین داداش حسین آمد، داداش حسین آمد آمد و گفت عمو کجاست عمو کجاست، من خندانه آمد عموش بغل گرفت، مهارا بغل گرفت، گفت الان از وزارت دربار تلگراف آمد به تمام ژاندرمری ها به تمام شهربانی ها که از این لحظه به بعد در تمام ایران از دماغ یک بهایی خون بیاد شما مسئول. چی شد؟ بعد ما فهمیدیم که کار اون دوتا نامه و سفارشات دکتر امینی بوده که گفته آقا من خجالت میکشم به روی مردم نگاه، نمایندگان سایر کشورها میگن که آخه شما تمدن داری، چطوری یک آخوند میره و علیه این آدم ها صحبت میکنه و این همه تهمت و افترا میزن. تهمت هایی که میزدن نقل مجالس میشد، آقا من خودم میگم من اگر در یک خانواده بهایی بزرگ نشده بودم و این کتابا رو میخوندم و این تهمت ها رو میشنیدم واقعا ضد بهایی میشدم. یعنی چه آدم؟ آقا من تو کلاس 11 دبیرستان بودم، من یه دایی دارم که معلمش خونه اونها بودیم، بعد یکی از معلم ها 10-15 تا معلم بودن، نهار دعوت شده بود اونجا، اینا هم برق بازی میکردن، جمعه بود و همین که نهارشون میخوردن، یکی از معلم ها که روز شنبه چه خبره؟ چی؟ گفت من هرچه در کلاس شاگرد بهایی دارم آمدن اجازه مرخصی خواست، منم دادم. اون یکی گفت نه من نمیدم. اون یکی پرسید فلان و بهمان باید چی میگن حتی چرا تعطیله؟ دایی من بلا فاصله گفت که دوستان من بهایی نیستم ولی این خواهرزاده من متاسفانه بهایی ولی پسر خوب. یکی از معلم ها آمد گفت آقای فیروزی شما از اون جلسات دارید؟ خدا شاهده به جان جفت. گفتم از کدوم جلسات؟ گفت اونی که خودت میدونی. گفتم بله داری. گفت من میتونم بیام؟ گفتم چرا نمیتونید بیایید، ولی باید به من بگید خواهرتون میارید یا مادرتون رو. آقای نصبانی شد حمله کرد به طرف من، اون یکی جلوشی گرفتن. گفتم آقا سوال کردید جواب دارم. بعد گفتم آقای محترم
شما فکر میکنید من ترک آذربایجانی که این طور با صحبت میکنم، من خواهرم و مادرم میارم بدم دست دیگران که چی بشن؟ از بهایی شدن اونا چی به من میرسه که من این کار رو بکنم؟ اون یکی هم برگشتن گفتن آقا راست میگه. این نده گفتن که مردم اومد گفت والله ما اینجوری شدیم. حالا ماجرای اون شنبه چی بود که دوستان بهایی مثلا تعطیل بوده. عیدی بوده. چیزی بوده و شما این... عید دارین ولی عذاب اینا ندارین به صورت نه. ببینید در آیین بهاییت 9 روز تعطیل مذهبیه که 7 تا از اینا عیده، 2 تاش هم روز، یکی کشته شدن سید باب در تبریزه، یکی هم فوت بهاءالله در عکاس. فقط دو روز. دوستان نوشتن که منظور من این است که اصل اسلام مشکل ماست، همون که من گفتم متوجه نیستم. ایشون نوشتن منظور این است که اصل اسلام بود. بعد همین آقای شجاعی نوشتن بهائی‌ها تقصیر نداشتن ولی همیشه مرغ عزا و عروسی بودن حتی در زمان شاه. اینجا که صحبت از زمان شاه شده، یه برنامه شما داشتی، یکی از دوستان که خیلی هم معروف هستن از شما سوال کرد که شما بهائی‌ها در چه زمانی آزادی نسبی بیشتری داشتید؟ به همین تازه بود. بله. اینو میخواین شما برای دوستان بگید؟ بله. ببینید بهائیت از بدل پیدایشش تا زمان رضا شاه پهلوی همیشه مرغ عزا و عروسی بود. تنها کسی که دستور به حفظ جان بهائی‌ها داد رضا شاه کبیر بود. این دوستمون فکر میکرد شما میگید محمد رضا شاه بوده و به همین خاطر از شما یکم دلخور شد. بله. اون مجری برنامه شاک شد. یعنی چی؟ گفت در دوره اعلی حضرت همایون شاه چه گفتم نه. یعنی ایشون تاریخ رو نمیدونه؟ عکس آقای باتمان قلیچ و بختیار رو همین گفت با عرض معذرت این آقا گفت من تاریخ ایرانم. نه. تاریخ زنده است. آقای فروزندم یه برنامه اجرا کرد و گفت هیچ کس تاریخ هیچ جا نیست. ببینید ما باید اطلاعات داشته باشیم. اگر من کسی مثلا اگر من ناصرالدین شاه دوست داشتم باید میگفتم نه به نظر من ناصر نبود. آقا رضا شاه در عرض 16 سال کاری به بهایی نداشت، نه تنها نداشت جلوشنو گرفت. یه محیط امن براش، یه مدرسه بهایی در تهران به وجود آمد که خیلی از همین بچهای شاه میرفتن اون مدرسه بهایی. ولی وقتی محمد رضا شاه سر کار آمد در دوره مصدق هم مصدق الحق و الانصاف هیچ نوع نه تنها علیه بهایا کاری نداشت، وقتی هم که اومده بود به امریکا به سازمان شورای امنیت شکایت بکنه از ایران، نمایندگان محفل ملی بهایان امریکا رفتن پیشش گفتن که آقا در ایران بهایا را اینجور و اینجور و اینجور اذیت میکنن. دکتر مصدق دستور داد به اینا که شما بروی فقط اصل شکایت را برای من بنویسید، تفرقه نروید، بگید این کار من دستور و دستور رسیدگی داد. ولی آقای فلسفی در کتاب خاطراتش نوشته که آقای بروجردی به من گفت برو با دکتر مصدق صحبت کن از فساد و خباست بهایی ها و از وطن فروشیشان بگو و اجازه بگیر که بری در رادیو صحبت کنی. میگه من رفتم، میگه من رفتم، من بردم پیش آقای مصدق. آقای مصدق زیر پتو خوابیده بود، من حرفامو زدم که آیت الله بروجردی من فرستادم و اجازه میگه از اونجا بلند شد. گفت آقای فلسفی برای من شما مسلمان اونا باهای چه فرق میکنه؟ همه تون اعضای مملکتی، من چرا به شما اجازه بدم برید در رادیو علیه یه دیگه صحبت بکنید که اونا مثل شما ایرانی هم و مالیات میدن و مردم تحریک بشن برن اونا رو بکشن؟ میگه
آقای فلسفی نوشته که این دکتر مصدق اینقدر بی سواد بود که از من نپرسید که بهایی چی است که من بهش توضیح بدم که اینا دشمن دین و خدا و شاه. ولی همین کار رو در دوره محمد رضا شاه کردن. کاش ما بی سواد بیشتر داشتیم. خیلی ممنون. بله آقای شهریار پارس میگه که آقا جان در نهایت اگر آخوندها خدای ناکرده باقی بمونند سرنوشت بهایان به کجا می انجامد؟ ببینید مسئله آخوند نیست، مسئله من و شماست که روی حقایق علمی و حتی مذهبی پا میذاریم و آخوندها رو بزرگ میکنیم. ابن گمان یک آخوندی را در طول تاریخ چند صد سال اخیر به من نشون بدید یک کلاس مبارزه با بیسوادی گذاشت. میشناسی؟ جمهوری اسلامی با تمام این عرض و طولش بگه که فلان آخوند در فلان شهر در فلان محله یک کلاس مبارزه با بیسوادی گذاشته بود. گفتم برعکس، همه اینها مبارزه با باسوادی کردند. چرا؟ برای اینکه مردم هرقدر نادان ناآگاه باشند حتی به اصول اسلام، همون وقتی که آقای فلسفی مردم رو تحریک میکرد خدا رو شاد کنه، آقای راشدی هم بود که میومد شب میگفتش که اسلام دین محبته، اسلام دین انسانیته، قرآن اجازه نمیده شما به خونه یک کسی عمل کنی. آقای راشد من. و بعدها گفتن این راشد هم باهایی شد. ببین مسئله عبارت از اینه، اختلاف باهایی و مسلمان باید وسیله شمای مسلمان در سمینار مطرح بشه. من حاضرم، یه دفعه به شما گفتم من 80 سال و 4-5 ماه آقای خامنه‌ای رهبر شیعیان جهان کتاب نوشته، در اون کتاب نوشته که این حسن فیروزی نجسه، دست دادن صحبت کردن چای خوردن کاری که امروز شما کردید همش حرامه. بعد ایران الان حداقل 500-600 هزار بهایی داره، حالا چند هزار تاش به خاطر اینها اظهار نمی کنن، اما بزرگتر مخالفت رو با جامعه آخوند بهایی انجام میدن. من به این آقا گفتم، گفت شما ها راه نمی افتید، اخیرا رفتن در تهران آسایشگاه پیران بهایی را سالمندان بهایی را گرفتن، راه بیفتن برن در تهران تظاهر. من قربانت برم، مگه میذارم یه مسلسل میاد داد 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 رو میکنه؟ قربان از این بالاتر چکه؟ یک، اینا آمدن گفتن که وقت دارید بیایید مسلمان بشید، کسی نرم تو مساجد اعلام کردن هر فرد بهایی که بیاید و جلوی ما کاغذ امضا کند اینقدر امکانات براش میدیم. بعد از اون اومدن گفتن که بچه های بهایی حق آمدن از کودکستان تا دیپلم را ندارد، معلم ها در کلاس ها بچه های بهایی را می زدند، می گفت من امر به معروف و نهی از منکر می کنم. خب بعد بخشنامه کردن در دوره آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود تمام بچه بهایی ها را از کودکستان تا دبیرستان بیرون کرد. در امتحان کنکور افرادی که قبول می شدن می پرسدن دین شما چیست؟ بهایی، نو بهایی. خب اتحادیه اروپا در دوره رفسنجانی 3-4 ماه بعد از اینکه تمام بهایی ها را، آیا بچه 8 ساله چه گناهی داره؟ بله پدرش بهاییه، اونم بهایی خواهد شد.
چون شما در خانواده مسلمان با دنیا آمدید، مسلمان شدید، در خانواده یه مسیحی مسیحی می شدید. این رو بیرین کردن. اتحادی اروپا نماینده فرستاد پیش آقای رفسنجانی و نامه نوشتن که آقای رفسنجانی اگر تا 2 هفته تمام بچه بهایی را دوباره ثبت نام نکنید به مدرسه برنگردن، مدرسه برنگردن، ما تمام سفارتخانه های اتحادیه اروپا را در تهران تعطیل کنیم. رفسنجانی دید که با دنیا که نمیشه مخالفت کرد و رفتن دوباره ثبت نام کردن. ولی چه ثبت نام؟ در مدارس مدیرها، معلمها، اونی که امکان داره این را اذیت میکنن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، حتی این را نمیذاشته میرن دستشویی. شما با نجس هستید، برید اینجا. من میخوام ببینم که آقای خامنه ای با این فتوایی که علیه بهائیان داره که اینا نجسن چه مشکلی برکرد، باعث شده که باهایا بیان بگن که آقا ما دیگه غلط کردیم. اینا رو از دانشگاه بیرون کرد، ثبت نام نکرد. چند نفری بودن، شاید بودن چند هزار نفری بودن، رفتن نوشه آقا ما دیگه غلط کردیم، باهایی نیستیم. ولی بقیه برای خودشون دانشگاه آزاد باز کرد، توی خونه ها، توی خانه ها دانشگاه آزاد باز کرد. آقا کار اینقدر گرفت که تمام فارغ التحصیلان اینجا را تمام کشورهای اروپایی و امریکایی قبول کردن. من چند نفر میشناسم که در سان دیگو از اون دانشگاه دیپلم آوردن، رفتن نشستن برای دوره دکترا. بنابراین فکر را باید از علتها به معمول ببریم. سبب چیه؟ آقای خامنه ای به چه سند و مدرک؟ اینی که میگفتن در دوره آقای باتمانگلج در ایران فقط روزنامه ها و مجلات عکس رو چاپ کردن. تنها یک نفر، استاد مجتبی مینوی، استاد مجتبی مینوی در یه مجله به نام مقاله نوشت که تیمسار باتمانگلج، ما شیعان معتقدیم که در غیاب امام زمان حمله کردن به کفار جهاد حرام است. شما به این دوشات نگاه کنید، در جهات نگاه کنید، یک کلنگ رو به دست گرفتید، رفتید گنبد اقلیت مذهبی را خراب کردید که اون هم مانند شما خدا را می‌پرسته. و مقاله خیلی مفصل آخرش نوشته تیمسار، آخرین کلام این است: دین برای انسان شدن است. اگر انسان نباشی چه دینی و چه کشکی. ولی من با همین آقای باتمانگلج در ترکیه آشنا شدم، با خود تیمسار آشنا شدم. من دانشگاه درس می‌خوندم، سرشون اینجا بود چند مدت پیش خودشون. بله. تیمسار خانمش یه خانم خیلی مهربانی بود، این 13 پدرها دانشجویان رو دعوت میکرد. خود تیمسار باتمانگلج هم وابسته نظامی بود از سنتو. استاد مجتبی مینوی هم تصادفا آنکارا بود و وابسته فرنگی بود. یه روزی بود 13 پدر ما رفتیم خونه تیمسار، 50-60 از بچه های دیگه هم اونجا بودن. خانم تیمسار میشه سر میز، ظرف ها رو میبردیم، یه خورده باقلا پلو میزش، میگفت بقیه خودتون وزیرهایی کن. این بر که برمیگشتیم، یکی از این کارمندان اونجا یه جامی در دست داشت که شراب ها اونجا بودن. تیمسار برمیداشت با دست مبارکش به تک تک این دانشجویان شراب میداد. وقتی نوبت به من رسید و شراب رو برداشت، گفتم تیمسار تشکر میکنم، من نمیخورم. تیمسار هیچی نگفت. پشتی ها گفت تیمسار ایشون باهایی هم نمیخورم. من رفتم یه گوشه با بچه ها استاده بودم. تیمسار اومد پیش من، گفت اسم شما چیه؟ گفتم حسن فیروز. گفت آقای فیروز، من از شما خیلی تشکر میکنم که دعوت ما،
ده اجاب دعوت رو قبول کردن دستور با الله. گفته هر جا شما را دعوت کردن با روح و صمیمیت بپذیر. دومی که چرا نه؟ شما یه ایرانی هستید، خانتون رو باز کردید با آغوش باز. گفت آخه من اون جریان، گفتم بله جریان تهران نمیدونم. گفت باهایی من دوست ندارم. گفتم اونایی که شما را دوست ندارن باهایی نیستن. بعد جریان رو گفت که من از طرف شاه نرفته بودم، تیمسار بختیار من رو دعوت کرده بود و من قرار نبود کلنگ بزنم. رفتم اونجا تماشه، یکی از خبرنگاران کلنگ داد دست من و من نسنجیده این کار رو کردم، جوگیر شده. ولی تیمسار مجتبا مینوی این کتاب الان رفته از جهان خاک، ولی این جملهش مانده. دین برای چیه؟ انسان شده است. اگر انسان نباشیم چه دینی چه کشه. این ماجرایی که ترکا به انگلیسی می‌نویسن، چون من تازگی ترکیه بودم، اینو بعداً توی برنامه از شما می‌پرسم. ولی آقای فرخ سپرار ایشون رو ترکی صحبت می‌کنه، نوشتن که ساقوسلان جناب فیروزی هم زبان آذری عزیز. اینا به انگلیسی نشه. ولی دوستمون اینجا نوشته که چه ها که من از کودکی سنکم از پدر و پدربزرگم درباره فلسفی که بهش نزدیک بودن میگفت، نه که در گوش جان من ضبط شد تا سالها و سالها. باز اینجا هم برای شما ساقوسلان نوشتن و دختران نخبه ایرانی را به طرق مختلف نابود کرده گردیدن، از جمله خانم مریم میرزاخانی را نهایتاً با سرطان نابود کردن، البته بعد از اینکه از تصادف اتوبوس نخبگان نجات پیدا کرد. میدونید که این خانم میرزاخانی ریاضیدان و چیزی بود که اینجا خیلی هم جوان بود. بله. خب در اصل من از دوستان ممنون و متشکرم و از شما ممنون و متشکرم که هم هر وقت که میایین لطف میکنید تماس میگیرید. و چه جالب، من قرار بود تا 3 آگوست در آلمان باشم، به جای 3 آگوست 20 یا 21 به اصطلاح سفرم رو کوتاه کردم، رسیدم اینجا و شما زحمت کشیده بود به این 2-3 تلفنی که از من داشتید زنگ زدید تماس گرفتید تا دیر پریروز ما تونستیم با هم صحبت کنیم. خیلی خوشحالم که اینجا به اصطلاح با هم هستیم. حالا تا روز سه‌شنبه که بخواییم بریم باز برنامه میذاریم، بعد این برنامه های آیندتون رو با دوستان هم در میون بذاریم. من ساکت میشم با شما صحبت. این دوست شما که برنامه هم در تلویزیون اجرا میکنه هم اسم منم هست. من در یکی از برنامه‌هاش راجع به این که دولت با یاران اجازه نداده در دانشگاه درس بخونه چی میشه، و این از ارادت من به انسان دوستیشون کم کرد. گفتم چه اشکال داره؟ گفتم مجلسی تصویب کرده. پس سوال من اینه که الان این چند هزار بهایی که در ایران هستن اگر مجلس اسلامی تصویب بکنه، آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ایشون باید برن گردناشه ببرن. اگر به این سوال من جواب دادن، من با ایشون در تلویزیون بحث میکنم، از ایشون میپرسم. و بازم ممنون. ضمناً یادمون باشه این دوستانی که هی میگن اکثریت رأی دادن، منظور از دموکراسی و اکثریت اینه که حقوق اقلیت رعایت بشه. یعنی خیلی خود من همیشه میگم این قانون اکثریت گذاشته، خب باید نه اینجوری نیست. اکثریت باید به یک درجه از فهم و شعور و دموکراسی برسه که همیشه حقوق اقلیت رو مد نظر قرار بده. مقدس تگی، من اصلا چیز مقدس باور ندارم. مقدس قلب انسان‌های خوبه، ولی از نظر قوانین نوشته شده بشریت تا امروز مقدرینش اعلامیه جهانی حقوق بشر. هر کسی به یک واو این اعتقاد نداشته باشه، هر کسی بگی یه دفعه آقای دکتر اینا رو میدونه چقدر جنگ، گفتم اصلا اونا آدم کش بودن، اونا تا طریق بودن، ولی این نوشته. ما باید به جای حفظ کردن از هر چیزی، از قرآن و اقدس و تورات و اینا، فقط
این سی تا مفادت به اصطلاح اون چیز. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. همونجوری که گفتم این برنامه رو هر روز نشون میدیم، در یوتیوب به صورت بایگانی میمونه، در فیسبوک باقی میمونه. اگر شما توی بازپخش این برنامه ها میبینید و سوالی دارید یا نظری دارید حتما تماس بگیرید. شما تو برنامه قبلی شماره تلفن خودتونم میدادید. من شماره تلفن دارم و از طریق شما من خیلی خوشحال میشم دوستایی که سوال دارم به این صورت، چون در تلفن گرفتن بله. مشکل اول از صداقت میشه بست میشه، دوم سوالا در حوزه چیز من آره اینجوری نوشته است و راحت این خیلی راحت داره. شماره من هست 858-342-99-91. اسمم هست حسن هیروزی. بله خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما بودید. اجازه بدید یکی یکی من این برنامه رو ببندم و میبینم که دوستمونم آمد و من گفته بودم که اگه شما بخواید من شما میرسم، ولی ایشون لطف کردن اجازه بدین که میگن که پس شاه هم ملایی بی عبا و عمامه بود. این صحبت اون دوستمونه که از شما تشکر میکنم دوستان، مرسی. و دیگه همین چیزایی که خوندم، میخوام چیزی رو از قلم ننداخته باشم. دوستانی که ما رو از طریق فیسبوک دیدید از شما ممنون و متشکرم. اگه این برنامه رو با دوستانتون هم شیر کنید، به قول دوست باهایمون که گفتن که با حالا گفته که اگر باور دارید خب به دیگران هم معرفی کنید، ممنون میشم. و فردا برنامه خود من ساعت 2 بعد از ظهر هست، اجازه بدید اینها رو یکی یکی ببندیم و با شما هم خداحافظی کنیم. مرسی که با ما بودید. آقا خیلی ممنون، لطف کردید و من این رو هم خاموش بله.